قاسم پرسیده که کدوم یک از قسمت های مغز برای حیات غیر نباتی ضروری نیستن و فرد میتونه بدون اون قسمت های مغز به حیات عادی ادامه بده ببینید ساختارا اهمیتشون از پایین ترین سطح بسالا نخواه شروع میشه یعنی مرکز تنفس مرکز واز و موتور که قلب و فشار خونه اینا رو تنظیم میکنه همینجوری بالاتر میایم به شبکه فعال کننده ساعت می رسیم که لازمه برای اینکه آگاهی ایجاد شه بعد بالاتر می آیم به تالاموس و اون خاکستری دور قناتی می رسیم که اینا برای آگاه شدن از محیط لازم هستند بعدش به قشن مغز می رسیم که برای زندگی تطابقی لازم هست یعنی بتونیم بتونیم به طور خارج از رفلکسی کارمون رو انجام بدیم مغز بشر طوری هستش که بدون بدون قش با کمک دستگاه ها و کمک افراد اطراف میتونه به زندگی ادامه بده که اما زندگی نباتی هست به شرط این که مرکز تنفسیش و مرکز واز موتورش و سالم باشه یعنی اگر مرکز پایین ساقه مغز سالم باشه یک سوم تحتانیش آدم میتونه به حالت نباتی در بیاد و با کمک دیگران زند به زندگی ادامه بده ولی ای همان حالت نباتی یا وجیتاتیف هستش بالاتر از این دیگه برای زندگی مستقل تطابقی همش لازم هستش یعنی اگر از پانس به بالا از شبکه فعال کننده ساعت دیگه از کار بیفته آدم دیگه آگاهی نداره نه از خودش نه از محیطش دیگه نمیتونه با خبر بشه و بتونه واکنش های تطابقی انجام بده